سلام و وقت شما بخیر. با برنامه بازار از طول نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. کاهش ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی. در دو ماه اخیر ارزش افغانی در برابر شمار ارزهای خارجی به گونه چشمگیر کاهش یافته است. در مقابل کل پیسه افغانی ارزش خارج دارد، خصوصا در مقابل دلار. دلار باز در مقابل کل پیسه خود بلندتر ساخته است دیگه. تلاش ها برای توسعه رابط بازرگانی با کانادا. حکومت افغانستان با توسعه رابط بازرگانی با کانادا می تواند از امتیازهای موجود در بازارهای این کشور استفاده کند. سرمایه‌گذاران دو کشور با یکدیگر ضمن آشنایی با یکدیگر از فرصت های تجارت و سرمایه‌گذاری بین کشور آگاهی پیدا می کنند. منع شدن استفاده کلدار پاکستانی در هلمند. ولی هلمند به نهادهای دولتی در این ولایت دستور داده است که در داد و ستدشان کلدار پاکستانی را به کار نگیرند. و نخستین دستگاه پاکسازی پلاستیک. نخستین دستگاه پاکسازی پلاستیک از اقیانوس به کار افتاد. در این برنامه بعد تازه ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان می‌پردازیم. مشهور خبرها. در دو ماه اخیر ارزش افغانی در برابر شمار ارزهای خارجی به گونه چشمگیر کاهش یافته است. شماره از صرافان در شهر کابل میگن که در دو ماه اخیر ارزش افغانی در برابر دلار، یورو و شماره از ارزهای دیگر تا 4 افغانی کاهش یافته است. در این حال شماره از باشندگان پایتخت کاهش روز افزون ارزش افغانی را بر افزایش نرخ نوا در این بازارها اثرگذار میدانند. بر بنیاد اطلاعات اتحادیه صرافان شهر کابل، در دو ماه گذشته ارزش افغانی در مقابل ارزهای خارجی از جمله دلار، یورو، پوند تا 4 افغانی کاهش یافته است. آنان میگویند که این کاهش ارزش افغانی به پیشینه بوده است و در حال حاضر اقدامات بانک مرکزی برای ثبات ارزش افغانی در بازارها نیز سودمند نمی باشد. در مقابل کل پیسه افغانی ارزش خود از داده است، خصوصا در مقابل دلار. دلار باز در مقابل کل پیسه خود بلندتر ساخته است دیگه. ظرف دو ماه یا سه ماه نرخ دلار 72 و 71 بوده، فعلا 74 و 50 پیسه شده. در همین حال شماره از باشندگان پایتخت با انتقاد از نبود برنامه های اثرگذار بانک مرکزی در این بخش میگویند که حکومت در ثبات افغانی در بازارها ناتوان است. آنان میگویند که کاهش ارزش افغانی بر نرخ و نوای کالاها اثرگذار بوده است. وقتی که قدر تفاوت زیاد میکنه دلار، چون دلار یک اثر خارجی است و بین المللی است، طبعا نرخ بلند میره و مردم هم به بسیار مشکلات اقتصادی روبرو میشن. از افغانستان به کشورهای به ویژه پاکستان و ایران دلار قاچاق میره. اینمی دلیل است که در افغانستان دلار عین در 74 و 50 پیسه رسیده. در این باره بانک مرکزی چیزی نمیگوید. در حال حاضر فروش هفتوار دلار از سوی بانک مرکزی در بازارهای ارز یگانه شیوه‌ای است که بانک مرکزی برای ثبات ارزش افغانی در بازارها و گردآوری افغانی مازاد از بازارها آن را به کار میگیرد. اما اتحادیه صرافان سرای شاهزاده میگویند که در یک ماه اخیر این برنامه نیز اثرات لازم بر ثبات ارزش افغانی در بازارها نداشته است. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با شیرین آقا، رئیس شورای سراسری صرافان افغانستان. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و سلام بر تلویزیون بیننده تلویزیون طلوع که از تلویزیون ما شما را میبینه. بله. و اول عرض تسلیت به شهدای آخر روز چهارشنبه که ورزشکارای ما و تلویزیون کارمنده تلویزیون طلوع به شهادت رسید برشان جنت برین میخواهیم و بر خانواده‌اش صبر جمیل. زنده باشین. آقای شیرین آقا، میشه که از شما بپرسیم، چنان گفته میشه در دو ماه اخیر ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار و ایرو تا 4 افغانی کاهش یافته، علتش در چیست؟ علت که افغانی خراب شده چندین علت ما شما داریم. افغانستان ببینیم، افغانستان یک مملکت یک مصرفی است. خود ما شما صادرات نداریم، هر چیزی مملکت وارداتی است. علت اصلی یک علت شنمی است. دوم علت اصلی شنمی بود که سابق در افغانستان بانک هفته 3 بار اکشن میکرد، دلار به لیلام ارزان میکرد به بازاره. یعنی نمیل اکشن به دو هفته دو بار که روز سه شنبه و روز شنبه. به این نمیل علت بود که افغانی خراب شد.
آله در روز یا در هفته اینا چقدر از دلار به فروش میرسونن در اکثرش از دادن؟ در هفته 50 میلیون دلار به فروش میرسونن خو 50 میلیون اکتفا نمیکنه 3 روز وقفه می 3 روز بازار به دلار میشه و میله تا که افغانی خراب است اگر نمیره پس اون 3 روز بکنه امکان داره که روی افغانی گرفته شوه اگر این رقم نکنه امکان داره دگم خراب شوه آی رای دیگه به خاطر ثبات پول افغانی وجود نداره که بانک مرکزی رو روی دست بگیره خوب یک شیوه است که سالها بدین سو بانک مرکزی رو روی دست گرفته و اثرگذارم تا کنون گفته میشه که نیست رای دیگه است که باید بشوه خو او دیگه بسیار محال است به افغانستان به خاطر اینکه فابریکه ما شما جور شوه امنیت بیا یا مملکت ما شما پای خود استاد شوه واردات پیدا بکنیم دیگه خود صادرات پیدا بکنیم واردات کم شوه خود به خود افغانی خوب میشه ده غیر از دیگه چیز نداره مصرفی سن میارزه و تقاضا است وقتی که در بازار دلار کم شد خود به خود نم افغانی زیاد میشه خراب میشه دیگه آخر سال سال مالی ما شما آخر است تقریبا 3 ماه سال آخر ماندن ماه نوم است دیگه نمی وقت افغانی به حد زیاد میشه وزارت مالیه چک زیاد توزیع میکنه افغانی خراب میشه شما خب در برابر دلار گفتین که چرا ارزش افغانی کاهش پیدا کرده خب در مقابل ارزهای دیگر مثل ایرو چرا ارزش افغانی کاهش پیدا کرده علتش دو میتونه در شوشن. مقابل دلار که ارزش خود افغانی از دست داد در مقابل کل ارزهای خارجی از دست میاد به خاطر از اینکه در مقابل ایرو در مقابل درهم امارات در مقابل ریال سعودی در مقابل پوند انگلیس در کلش ارزش خود از دست میاد دیگه مرجع اصلی دلار است بله خب اگر همین قسم ادامه پیدا کنه و اکشن بانک مرکزی زیاد نشه شما فکر میکنید چقدر دیگر ارزش افغانی کاهش پیدا کرد در حال حاضر خود 4% پایین است اگر افغانستان بانک جلوش نگیره و اکشن خود زیاد نکنه هفته 3 بار پس نکنه ما برش مشورم دادیم به افغانستان بانک اکشن خود هفته 3 بار بکنه اگر نکنه افغانی خراب میشه دیگه ارزش خود از دست میده شما باز بانک مرکزی در قسمت صحبت های داشتین تا کنون؟ ما صحبت چندین دفعه کردیم که در شخص رئیس صاحب افغانستان بانک با ممره معاونین صاحبان صحبت کردیم که این همین کاره که شما میکنه این به ضرر پول افغانی است افغانی خراب میشه ارزش خود ارزش میتا خونه امره ما قبول نکرد و گفت که پالیسی خود ما نمیرقم اصلا میرقم میکنیم در بر بنیاد قانون بانک مرکزی آیا در اونجا مشخص شده که به خاطر ثبات پول افغانی بانک مرکزی مکلف از کدام راهکارها و برنامه ها رو روی دست بگیره؟ وظیفه افغانستان بانک است نظارت است و نمو باید گرفته باشن داشته باشن نمی رقم یک پلانه داشته باشه که افغانی خراب میشه باید روی شبیه گیره اگر نمی رقم روز به روز افغانی خراب شوه خب مردم مملکت بسیار تاوان میکنن بخصوص تجاره کسایی که شرکت های ساختمانی داره کسایی که قرارداد های سرکار داره کسایی که قرارداد های طویل مدت داره به حد زیاد ضرر میکنه آنچنان که گفته میشه که قاچاق دلار نیست نقش در قسمت کاهش ارزش افغانی داشته شما چقدر به این موافق هستید قاچاق دلار خو شاید نقش داشته باشه و ما نمیفهمم که قاچاق دلار میشه یا نمیشه صرافه ما قاچاق دلار نمیکنه کسی که جواز داشته باشه قاچاق نمیکنه بانک مرکزی گفته بود که از کسان قاچاق میکنه اگر بانک مرکزی میگه و کسی که قاچاق میکنه خو روش بگیرنه رو وظیفه افغانستان بانک است که باید با مورگانه کشفی چیز بکنه ممرش اطلاعات خود شریک بکنه روش بگیرن که قاچاق نشه که اگر رقم تاثیر بکنه که افغانی خوب شوه خوب است بهتر است بله بانک مرکزی آنچنان که بارها تاکیدشان همین بوده که اینا با اکشن که انجام میتن که یک شیوه بسیار سنتی است که ما به خاطر ثبات پول افغانی اینا به کار میگیرن که این اثرگذار آنچنان گفته میشه که اثرگذار در سالهای گذشته و تا کنون نبوده حداقل برنامه کوتاه مدت که اینا میتونن که مد نظر بگیرن و بتونن به خاطر ثبات پول ارزش افغانی کار بکنن میتونن چی باشه در دراز مدت خامو صنایع است و افزایش صادرات افغانستان است در کوتاه مدت هیچ شیوه بدون نمیل لام دلار دغه چوی نه داریم بدون نمی کې لډان دلار خود زیات به فروش عرضه کنه او افغانۍ جام کنه دغه چ امکانات نیست کې افغانۍ خوب شوه دلیلش دلایلش خو ما برد گفتم که افغانۍ را کس نگاه نمی کنه افغانۍ را کس د خان نگاه نمی کنه د 14 ولایت مرزی ما شما اثر خارجي به خصوص کلدار پاکستان می چله دغه دایمي بار بخښ افغانستان بانک مت توجه نمی کنه که توجه خاص خدای مورد نکنه دغه افغانۍ را کې نگاه نمی کنه وخت کې افغانۍ را مردم نگاه نکنه دغه بدون مرجی که افغانستان بانک دغه به دلار خود ارزه کنه افغانۍ را جمع کنه در حال حاضر در افغانستان به ویژه در پایتخت کدام نوع ارزها بیشتر مورد چالش قرار می گیرن در پایتخت خو افغان در معاملات خرد ریزه افغانی به کار میره در معامله بزرگ مکمل دلار در حال حاضر چقدر از دلار نزد صرافان هسته سرمایه دقیق صرافه خو بر ما معلوم نیست که برتان بگویم خو صرافه که کار بار میکنه در حدود خو میتونین که بگویم در حدود امکان داره که هر صراف 1 میلیون دلار 5 لاک دلار 1.5 میلیون دلار 2 میلیون دلار داشته باشه دیگه یعنی خیلی اندک است
خود کم است. بله. آقای شیرین آقا، در کنار ارزش پول افغانی بیان روی مشکلات صرافان هم صحبت‌های داشته باشیم. شما به عنوان رئیس شورای صرافان افغانستان میشه در مورد مشکلات صرافان بگوین که همون تامین امنیت صرافان بود که از طرف حکومت برنامه‌های تاکنون عملی نشده در این بخش. میشه که در این مورد صحبت‌های شما هم داشته باشیم. در مورد مشکلات صرافان خب به حد زیاد است. یکی خب مهمترین مشکل صرافان که از مشکل امنیتی است. نمیالی ما هر دروازه میریم پیش وزیر صاحب داخله، میریم پیش رئیس صاحب امنیت، میریم در شورای امنیت، میریم که صلافه ما سلام الله رسالای ما رو تمدید بکنه. هیچ کس صدای ما نمیشنواس که سلام ما رو تمدید بکنه. ما بالاخره روز تصمیم به گرفتیم که حداقل یک مظاهره بکنیم که سلام ما تمدید شوه. از یک طرف دل ما درد میکنه، سر وطن میخوایم که سرمایه گذاری بکنیم، از دیگر طرف اگر این امنیت ما نگیره مجبور ما بریم سرمایه گذاری در مملکت همسایه در مملکت یا در امارات یا ترکیه دنج سرمایه گذاری بکنیم. هیچ نوع توجه دولت بر امنیت صرافان نکرده نمیکنم. بله، آنچنان که پیش از این هم شما اعتراضای در این بخش داشتین و چند صراف هم اینا اختطاف شده بودن، آیا سرنوشت از اینو تاکنون خبری هست از طرف نهادهای امنیتی به ویژه خبر بر شما داده شده؟ در ماه اخیر سه صراف ما اختطاف شده بود که یک صراف فعلا تقریبا 14 ماه میشه که اختطاف شده، پولم گرفته و اعلان نشده. دو صراف ما که اعلان شد و هم دولت هم کاری نکرده، خودش هم پول داده به اختطاف شده و اعلان شده. خب چرا نهادهای امنیتی کوتاهی میکنن در قسمت کسانی که اینجا میان کار میکنن با هزاران مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و اگه این قسم ادامه پیدا بکنه آقای کس دیگر دل خواهد کرد که در افغانستان بیا و سرمایه خود بیاره؟ هیچ کسی سرمایه گذاری دل نمیکنه در افغانستان بکنه، به خاطر اینکه ما در بین مردم هستیم، میفهمیم از دل مردم میفهمیم. هیچ کسی دل نمیکنه از مشکلات امنیتی که سرمایه گذاری بکنه. وقتی که ما در مرجع چیز میکنیم، مراجعه میکنیم، برای ما خوب وعده چرب و نرم میاد، وقتی که باز زمین دروازه برام هیچ چیزی نمیشه، بیخی مکمل دو چهار مشکل هستیم سر راهکار شما بنات های امنیتی پیشنهاد میکنین که اینا بتونن امنیت صرافا را بگیرن چیست؟ راکار ما برش میم که اول خبر ما صلابته، حق ما صلا، جواز داریم، جواز قانونی داریم، مالیه میتیم به می حکومت، به می دولت، به می دولت سرمایه گذاری میکنیم، به می دولت دلسوز هستیم. من میاد اقل می اکشن افغانستان بانک که می صرافان خرده کی میخره؟ خوینا بر ما هیچ کاری نمیکنه، هر قدر که بریم کاغذ پرانی میکنه، یک سر دیگه تاوان میکنه، دیگه سر دیگه تاوان میکنه، کار نمیکنه. بله تشکر، سپاس از اینکه با برنامه حاضر هستید. تشکر. و این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت. پنجا کیلوگرم آرد 1290 افغانی، یک لیتر روغن 75 افغانی، یک کیلوگرم شکر 43 افغانی، یک کیلوگرم برنج سلی اول 110 افغانی و یک کیلوگرم چای 310 افغانی. لحظات دیگر تلاش ها برای توسعه رابط بازرگانی با کانادا. نامه برنامه بازار خوش آمدید. حکومت افغانستان با توسعه رابط بازرگانی با کانادا میتواند از امتیازهای موجود در بازارهای این کشور استفاده کند. شما رس آگاهان اقتصاد میگن که در نخستین نشست بازرگانی و نمایشگاه مشترک افغانستان و کانادا، بازرگانان و سرمایه‌گذاران کانادایی به توسعه بازرگانی با افغانستان علاقمند شدند. در این حال نخست وزیر کانادا در یک نامه رسمی برگزاری نشست را برای توسعه رابط بازرگانی و سرمایه‌گذاری میان افغانستان و کانادا مهم گفته است. در نشست بازرگانی مشترک افغانستان و کانادا، نخست وزیر کانادا بر توسعه روابط بازرگانی و سرمایه گذاری با افغانستان تاکید کرده است. در این نامه رسمی نخست وزیر کانادا میگوید این نشست که میان نمایندگان بخش خصوصی، بازرگانان و نمایندگان دولتی کانادا و افغانستان را اندازی شد، هدف آن راهیابی بهتر برای توسعه بازرگانی و سرمایه گذاری میان دو کشور بوده است. اهمیت این نشست ها و همچنان کنفرانس ها خیلی از یک بود مهم است که باعث یک صفحه جدیدی از روابط تجارتی بین دو کشور باز میکنه. کانادا از جمله محدود کشورهایی است که تمام کالاهای افغانستان را بدون تعرفه گمرکی به بازارهای این کشور میپذیرد. در حال حاضر قالین، سنگهای گرانبها و میوه‌های خشک افغانستان علاقمندان زیادی در بازارهای کانادا دارد. شماره از سرمایه گذاران از حکومت می خواهند که با زمینه‌سازی برای افزایش صادرات به کانادا بیشتر کار کند.
د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې به زمونږ دا وسی چې مونږ څنګه وکول شو چې خپل صادرات ته مو ولرو او د معدنو په برخه کې د غوی سرمایه گذاری تشویق او انرژي په ډیرو برخو کې ضرورت افغانستان ته سرمایه گذاری وکړي. در حال حاضر حجم صادرات کالاهای افغانستان به بازارهای کانادا بسیار اندک است، اما شماره از بازرگانان بدین باورند که با در نظر داشت فرصت‌های زیاد برای صادرات کشور به کانادا و با حل مشکلات ویزای بازرگانی کانادا، احتمال دارد که در آینده‌ها حجم بازرگانی با این کشور افزایش یابد. در این مورد بیشتر گفتگو می‌کنیم با هاشم رسولی، آگاه امور اقتصادی. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای رسولی، شما کانادا را از لحاظ بازرگانی بر افغانستان چگونه میبینید؟ چقدر میتونه که آیز اهمیت باشه بر افغانستان؟ خب کانادا از جمله 8 کشوری است که افغانستان با از او قراردادهای تجارتی بسیار یا قراردادهای اقتصادی بلند مدت داره که این قراردادها بسیار زیاد به نفع افغانستان است. به طور مثال جدا از مسائل تکنیکی که این کشورها به افغانستان خواهند داشت، کالاهای افغانی اگر به از 8 کشور وارد شوه، اینا تعرفه یا امو از تعرفه گمرکی معافیت دارن و صفر است. این یک فرصت بسیار خوب و استثنایی است که برای کشورهای مثل افغانستان و کشورهای میگن کمتر توسعه یافته، این کشورهای پیشرفته ای مثلا معافیت یا این مفیدیت برای از اونا قائل میشن که کانادا یک از این کشورهاست و کشورهای دیگر مثل آمریکا، استرالیا، اتحادیه اروپا، این کشورها هستند که برای افغانستان به سلام معافیت مالیاتی در نظر گرفتن. یک فرصت بسیار خوبی است که افغانستان بتونه که تجارت خود با کشورهای پیشرفته گسترش بده و از این مثلا مفیدات های اقتصادی استفاده کنه و در اونجا طبیعتاً در رقابت های تجارتی بین دیگر اموال دیگر کشورها میایه، افغانستان یک دست بالایی داره و نظر هزینه از دیگر کشورها پایین تر از نظر قیمتش. از دید شما کدام اقلام افغانستان و فرارده های افغانستان میتونن که بازار خوبه در کانادا داشته باشد تا ما بتانیم که به کشور صادرات داشته باشید؟ خب ببینید، خیلی کشورها استانداردهای خود دارن ولی بعضی کشورها یک کمی استانداردهایش متفاوت تر، سخت تر هست، ولی که حالا وقتی ما میبینیم کالای افغانستان به اتحادیه اروپا میره، مثلا زعفران افغانستان یک از نمونه‌ای هست، قالین افغانستان نمونه دیگر هست و همچنان حتی میوه خشک و افغانستان هم تا حدودی در مارکت های اروپا هست. امی استانداردها در کشورهای مثل کانادا و آمریکا هم تا حدودی قابل قبول است. البته استانداردهای آمریکا یک کمی سخت گیرانه تر است، ولی کشورهای اروپایی و کشورهای و کانادا تقریبا شباهت دارن استانداردهایشان. پس به این نتیجه میره میگیریم که وقتی کالاهای ما به اتحادیه اروپا میره، امو کالاها پس میتونه به کانادا هم صادر شه و از قسمت امو مفیدت ها و از اون مزیت های اقتصادی استفاده کنه. آقای رسولی، چگونه حکومت افغانستان و بازرگانان میتونن از این فرصتی که به میان آمده و رابط خوب ما با کانادا داریم میتونن از اینا استفاده بکنن تا ما بتونیم که صادرات ما را افزایش بدیم به کشور؟ خب در قدم اول این برنامه‌ای که چند هفته پیش در کانادا انجام شد، این اعتبارش و این کردیتش برمیگرده به شورای تجارتی افغانستان کانادا. از جمله افغانهای ما شما هستند که سالیان سال در اونجا زندگی کردن و این شورای تجارتی را ایجاد کردن. در طی سالهای گذشته بارها تلاش کردن که همچین نشست مشترک بین افغانستان و کانادا برگزار شود، ولی متاسفانه به خاطر ای که مشکل صدور ویزه برای تاجران افغان بود، این برنامهش تقریبا حدود در پارسال ای برگزار نشد، ولی که امسال تانستن که موفقانه ای برنامه را برگزار کنند با همکاری نهادهای کانادا و همچنان با اشتراک یک تعدادی از افغانهایی که اونها در دیگر کشورها زندگی میکنن و مشکل رفت آمد با کانادا نداشتن. با عزمی جمع یک حدود 50 یا 60 نفر تاجرای برگزار شد و یک فرصتی بسیار خوبی شد برای اینکه بر حال سکتور خصوصی کانادایی اونها به افغانستان یک توجهی داشته باشند که خیلی سرمایه گذاری های خوبی را میشه که در افغانستان انجام داد، ولی که اون شاید اونها بیخبر بوده باشند و یک فرصتی شد که بر حال اونها از وضعیت افغانستان آگاهی حاصل بکنن. در عین زمان هم خیلی حالا اگر در آینده
در آینده سهولت ویزا بین افغانستان و کانادا بهبود پیدا بکنه، خیلی تاجران افغان که میتونن به کانادا برند و برنامه اشتراک کنن و تقاضای خود از شرکت های کانادایی داشته باشن، که عمده ترین به نظر من ای است که میتونن مشورهای تکنیکی شرکت های کانادایی را شرکت های افغان ما داشته باشن، مخصوصا در بحث معدن که اونها معدن و همچنان در تیل و گاز در بخش رفاینری یا پالایشگاه تیل و گاز کانادا خیلی ظرفیت داره، خیلی پتانسیل قوی داره. در این قسمت میتونن که شرکت های پالایشگاه، شرکت های تیل و گاز از مثلا توانمندی های تکنیکی شرکت های کانادا استفاده کنن. این هر چقدر که روابط بیشتر باشه، رفت و آمد بین دو کشور بیشتر باشه، طبیعتاً شما شاهد تغییراتی در افزایش سطح تجارت دو کشور خواهید بود. میخوایم یک مثال را برای شما داشته باشیم، اینجایی که از سال 2004 تا کنون افغانستان و آمریکا یک نشست مشترک برگزار کردن و این نشست های مشترک خیلی زمین ساز بوده برای سرمایه گذاری های زیادی که در افغانستان وجود داره. شاید شما شاید اطلاع داشته باشین که در حدود 2000 شرکت آمریکایی در افغانستان کار میکنن، عمدتا اینها در بخش مشاوره های تکنیکی کار میکنن و این شرکت ها کسانی هستند که از طریق امین نشست ها و بحث‌های تجارتی اینها به افغانستان آمدن. این نشست‌های تجارتی در دراز مدت خیلی نتیجه میده. در این نشست‌ها بازرگانان و سرمایه‌گذاران کانادایی اینا علاقمند شدن که در افغانستان بین در اینجا سرمایه‌گذاری داشته باشند، چون که در این بخش گفته شده حکومت افغانستان میتونه کدام نوع فرصت‌ها را ایجاد بکنه تا ما بیشتر شاهد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران کانادایی در اینجا باشیم. خب ببینید، جذب سرمایه‌گذاری در تمام کشورها به یک رقابت خیلی تنگاتنگ تبدیل شده. هر کشوری تلاش داره که یک زمینه و یک مزیت‌های یا مشوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد بکنه، از او طریق بتونه سرمایه‌گذاری خارجی را جذب بکنه یا به طور مشخصاً واضح‌تر بگوییم که ارز وارد کشور بکنه. کشورهایی که در منطقه اطراف ما این کار کردن امروز موفق بودن، نمونهش ما بر شما ازبکستان بگوییم که در این وقتا فصل جدیدی از روابط تجاری خود با تمام دنیا ایجاد کرده و به شمول افغانستان یا کشوری مثلا قزاقستان یا کشورهای مثل ترکیه یک سری پالیسی های تشویقی رو اونا در نظر گرفتن. افغانستان چیزی که به باور ما است که میتونه تشویقی در نظر بگیره، مثلا دادن زمین رایگان یا به مدت به اساس قانون زمینداری افغانستان به صورت دراز مدت که سرمایه‌گذار از بابت زمین خیالش راحت باشه که حداقل یک بیس مناسب مدارم. بحث دیگه بحث معافیت مالیاتی است که حداقل تا 10 سال باید معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذار مخصوصا در بخش صنعت داده شه. و موضوع دیگر موضوعی که به صلاح امو ویزه های بلند مدت یا اقامت های بلند مدت داده شده، به طور مثال در قزاقستان یا در ترکیه کسانی که تجارت میکنه اونا ویزای چند ساله میگیرن و از این بابت خیالشون راحت است که رفت آمد بین او کشورهایشان کشور مطبوعشان مشکل ایجاد نمیکنه. افغانستان با دو سه پالیسی که میتونه در نظر بگیره، حداقل اگر بحث امنیت حالی یک کنار بگذاریم یک بحث دیگری هست، اما مسائل اقتصادی تجارتی و مقررات تجارتی خود اصلاح بسازه، به باور ما با وجودی که همین شرایط امنیتی افغانستان خراب هست ولی سرمایه‌گذارانی هستند که در افغانستان علاقمند دارن که بیان کار کنن. آقای هاشمیان، چنان که دیده شده به اینکه خوب فرصت های خیلی خوبه در بخش بازرگانی به افغانستان با وجود میه، اما حکومت آن چنان که گفتم میشه از طرف بازرگانان طرح لازم را نداره که از اینمی استفاده بکنه. ما رابط خود گسترش میدیم اما برنامه‌ای نداریم که باید از اینمی رابط چگونه استفاده بکنیم، میتونه چقدر چالش های عمده در این بخش باشه. خب مشکل کلان در حکومت افغانستان این است که با دولت مردان افغانستان هنوز به باور نرسیدن که ما از جذب با جذب سرمایه گذاری با افزایش میزان اشتغال و افزایش عاید دولت از طریق سرمایه گذاری خصوصی ما میتونیم به خودکفایی برسیم. به همین باور دولت مردان ما نرسیده. دلیل عمدهش است که همچنان پولهای خارجی کمکهای خارجی به افغانستان سرازیر است. شما در پالیسی های کلان دولت وقتی شما ببینید تمام از اینها مشهود شده به کنفرانس ها. مثلا گفته میشه که سطح اقتصاد افغانستان در سال آینده 1% افزایش پیدا میکنه اگر فلانی کشور به تعهدات فلانی کنفرانس باقی بمانه و ما را 200 میلیون دلار بدهد
ببینید هیچ کشوری پالیسی اقتصادیش بر اساس کمک تدوین نمیشه، بر اساس ازی تدوین میشه که اگر یک کشوری که پالیسی اقتصادی دقیق خوبتر میخواه ایجاد بکنه، این میگه که اگر ما امسال مثلا مالیه را مالیه بر عواید 5% یا 3% کاهش پیدا بکنیم، کاهش بیتیم، اینقدر سرمایه گذاری بیشتر ایجاد میشه. وقتی اینقدر سرمایه گذاری ایجاد شود، اینقدر شغل ایجاد میشه، اینقدر سطح اقتصاد و امو مؤلف های اصلی اقتصاد بحث میکنند در پالیسی ها. ولی افغانستان در مؤلف های اساسی اقتصاد کسی بحث نمیکنه. همه چی منوط است به کمک، منوط است به کنفرانس، منوط است به اینکه ما چقدر پیسه کمک از دیگه کشورها به دست میاریم و این راه حل نیست متاسفانه. بله تشکر. سپاس از اینکه با برنامه حضور یافتید. و این هم بهای نفت و گاز مایع در بازارهای پایتخت. یک کیلوگرم گاز مایع 60 افغانی، یک لیتر پترول 56 افغانی و یک لیتر دیزل 52 افغانی. بحثات دیگر. این استفاده کلدار پاکستانی در هلمند. دامه برنامه بازار خوش آمدید. والی هلمند به نهادهای دولتی در این ولایت دستور داده است که در داد و ستدشان کلدار پاکستانی را به کار نگیرند. مثلا ولایت هلمند میگن که برای ترویج افغانی در این ولایت برنامه های را روی دست دارند. در این حال شماره از بازرگانان میگن که حکومت باید برنامه های بنیادی را برای ترویج افغانی در این ولایت روی دست گیرد. در نشستی که میان باشندگان ولایت هلمند و مسئولان این ولایت را اندازی شده بود، با کارگیری از کلدار پاکستانی در داد و ستد روزمره در این ولایت بسیار زیان بار گفته شد و مسئولان این ولایت بر جلوگیری از چلش کلدار پاکستانی در داد و ستد روزمره در هلمند تاکید دارند. ولی هلمند میگوید که با کارگیری از کلدار پاکستانی در داد و ستد روزمره جرم است و کسانی که دست به این کار میزنند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. د تجارت محترم ریاست د دلیل ترسو د نن نه وروسته ټول ملي تجارت د خپل توکو د رانیولو او پلورلو په وخت کې خپل ملي هویت په نظر کې ونیسي او کوشش وکړي ترسو په داخل د هیواد کې خپل تجارتي رابطه ورکړي په افغانۍ سر ته ورسوي. در امین الله‌زاده شورای ولایتی هلمند با استقبال از این تصمیم حکومت محلی میگویند که برای جلوگیری از چلش کلدار پاکستانی در داد و ستد روزمره در این ولایت حکومت باید با جدیت عمل کند. در افغانستان باندې څه مهیله دغه ده که چیرې دوی سهم لري چې ولایتو ته سهم ورکوي وي نوي افغاني چیرې دي په پنځه کاله باندې موږ نوي افغاني نه دي لیدلي په دې ښار کې موږ صنعتکاران نسل یې ښې فابریکې دي روزمره په میلیونو افغاني موږ ته راځي لسی او شنی دی لسی او شنی دی چې په هغه کې زیاتره ناچله راوځي موږ کاروبار ټوله صنعتکاران دلته په افغانۍ باندې دی خو افغانستان بانک دې ته مرګي نه لري چې موږ دا خپلې پیسې ورته تبادله کړو په یوازې کې موږ ته نوي راکړي او یا غټې پیسې راته راکړي چموږ دا ستوش پر کوم ګناهو کې نو وکړ او پروتشار وو په پاکستان د دشمن دی ایران د دشمن دی لاګي د دشمن دی نو دا اوس هر څه ورس برس کې دی د پاریس کوګي در همین حال مسئولان بانک مرکزی در هلمند هرچند از کدام برنامه برای ترویج افغانی در بازارهای این ولایت چیزی نمیگوید، اما به باور آنان بر بنیاد نیازمندی های بازار بانک نوت های افغانی را به بازارها وارد می سازد. نوی افغانی به هر وقت چپیش کلی چی ضرورت و ارتیا را تبیده است. افغانی چپ زموش پلاس کرده هر وقت چه هر زمور افغانی ارتیا را ضرورت را اندازه بانی به موش چپ بود و بازار تبیده بازو. وقتی چې موږ هغه چاپ سوي افغانۍ په مصرف نسو رسولی او هغه په خزانو کې راکټ پاتې وي نو نوې افغانۍ به موږ په کم اساس او په کم سرعت باندې چاپ کړو. پیش از این هم مسئولان ولایت هلمند برای جلوگیری از چلش کلدار پاکستانی در این ولایت دست به کار شدند، اما به علت نبود تداوم این برنامه ها گفته می شود که دوباره کلدار پاکستانی در این بازار ترویج شده است. شماره از آگاهان اقتصاد برنامه های بانک مرکزی را برای ترویج افغانی در بازارها و جلوگیری از چلش عرضه های خارجی در داد و ستد روزمره را بسیار ضعیف می دانند و می گویند که این بانک قادر به عملی ساختن سیاست های پولیش در کشور نیست. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با رحمدین آجی آقا، رئیس هیئت مدیره بورد مشورتی متشبثین افغانستان. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه.
ډیر مننه زم خپل نیک او تو د سلامونه تاسو 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 د ټولنیوز د تلویزیون د لارې ټول د افغانستان خلکو ته تقدیموم. ممنون. آقای جیغان، چنان که گفته میشه که در هلمند مسئولین هلمند در اونجا دستور دادن که پس ازی باید کلدار پاکستانی در اونجا به کار گرفته نشه، نقش بازرگانان در قسمت میتونه چگونه باشه به اینکه اینا مواد به پول افغانی خریداری بکنن و در اونجا نیز به افغانی به فروش برسانن؟ بله، زه په دې موضوع کې زه ارزونه مې دا دی چې افغانی د افغانستان ملي هویت دی، افغانی د افغانستان په یو شناسنامه ده چې د هر چا په جیب کې سته او په بازار کې په کور کې په دادستور کې ټوله په کاریږي. خو دا نیق اقدام دی او موږ په ټولو مجالسو کې چې په اتاق تجارت صنایع کې د افغانستان په اتاق معدن کې د افغانستان په اتاق بین المللي کې د افغانستان په بورد افغانستان کې حتی په نور مجالس تجارتي کې دا خبره څو وارې توضیح شوي دي چې او تجاران به دا خبره موږ په جدي ډول په ورورګلوي ډول دا خبره ویل دي چې تاسې د افغاني نه استفاده وکړئ، په افغاني زموږ په ګټه ده، افغاني باید موږ په بازار کې وساتو، د خارجي اثار په مقابل کې وساتو. خو ځینې مشکلات موجود دی او ځینې پیشنهادونه د تاجرانو هم موجود دی په دې مورد کې. هغه دا دی چې خپله د افغانستان بانک دغه حالت دی نسی ساتلی. په دې خاطر یو خبره خو هم دا دی چې ټول تجار تاسو ته معلوم دی چې د خارج نه چې مال واردوي دا په افغاني نسی واردولی، دا مجبور دی چې په خارجي اسعارو باندې یا دالر یا نور شی چې هر شی په رایجی په هغه مملکت کې په غیر رانیسي او دا د بانک د لارې ټیټي کیږي، خپله د بانک د لارې دا ټیټي هسته هغه مملکت ته. نو هلته چې افغاني ونه چلیږي، افغاني هلته څوک وان نخي، نو بیا تاجر مجبور دی چې دلته په خارجي اسعارو باندې کار وکړي. بله خبره چې زه تاسو ته کوم هغه دا دی، افغاني په بازارو کې په دغه پیمانه موجود نه دی چې هغه خلک استعمال کی. افغانی په بازارو کې لږ دی او حتی افغانی د چې په جیب کې 15 واری وي کې شپږم واری د بین تللی دی او بیا څوک نه اخلي. بل خبره چې زه درته کوم هغه دا دی، د افغانستان بانک باید د ملي سوداګرو سره وخت نا وخت په هر میاشت کې په هر روب کې یو غټه جلسه یو غټ میټینګ ولري تر څو چې د کرنسی په مقابل کې د مخنیول لپاره د خارجي اسعار په مقابل کې دی ورته توضیحات ورکړي تر څو تاجر پوه شي چې څه خبره ده. بل خبره زه درته هغه دا دی چې فرضاً موږ په ډالر یو شی رانیسو د ټول دنیا څخه، چین څخه، د پاکستان څخه، د هند څخه، د عربي هیوادو څخه، د اروپا څخه، امریکا څخه، د هر ځای چې رانیسو دا په ډالر معامله ده. اوس خبره په افغاني نه ده. خب رای حل چی است؟ چگونه بانک مرکزی میتونه که وضعیت کنترل بکنه؟ بانک مرکزی دا پیشنهادونه چې ما درته ویل سربیره پر هغه بانک مرکزی کولی سي چې افغانی د تاجر څخه په یو مایه نرخ ادي اقل د یو میاشت نرخ تعین سي چې د دغه میاشت په جریان کې زه افغانی د تاجر څخه په دریاویا په څلوراویا په پنځاویا دا زره نیسم وروره دا څه چې پیسې لیدلته زه ډالر خپله درکوم ټیټی کوي په جیب کې ما چې ټیټی کوي هغه مربوطه کمپنی ته چې تاسو ضرورت لري په دغه وخت کې د آثارو قاچاق هم مخنیوی کیږي. خپله بانک هم کیدای سي چې افغاني دی واخلي تر دې چې دی افغاني چاپوي دغه واخلي دلته دغه وي کې. بل خبره دا دی بانک مرکزی کې تاسو د اوس صرافان تاسو زما ږغ اوري او کما غلطه خبره کړې تاسو پوښتنه وکړئ. کوچنی پیسې د بانک څخه څوک نه ورکوي، لسی شلی دا خلک چې د ورځې رایج لري دا پیسې بانک نه ورکوي چاته کې ورکوي. بازار ته نوې پیسې راځي، جدید پیسې راځي، ولې بانک چاته نه دي ورکړي دا تاسو پوښتنه وکړئ. او کراوزي هم په بل نرخ راوزي، زه نه پوهېږم چې دا څوک ورکوي، دا پیسې بانک نه ورکوي نو څوک یې ورکوي؟ په هغه لس په لس افغاني نه راوځي، شل په شل افغاني نه راوځي. نو په دې خاطر تاجر ته باید کرنسی ثابته بانک ملي ورکړي، میټینګ ورسره وکړي او په وافر ډول په افغانستان کې باید موجود اوسي. دا نه دی موجود.
دغه بانک مرکزی وافر افغانی هم نه لري چې په بازار کې د خلکو کفایت وکړي. زه داسې نه دی چې د هلمند والي صاحب ډېر ښه خبره کړې دي، دا خبرې موږ تاییدوو، د قندار والي صاحب هم کړې دي، د نورو ولایاتو والي صاحبان هم دا په میټینګونو کې موږ اورېدلي چې دا خبره کړې ده. اما خبره په دې ځای کې دي، دا د بانک مرکزی وظیفه ده چې مشکلات، پیشنهادونه د تاجر، د کرنسی ساتل، بازار ته عرضه کول او تقاضا دا ګرده وساتي. تاسو ته معلوم دی څو وخت مخکې د بانک مرکزی رئیس صاحب وویل چې موږ کرنسی نسو ساتلی، کرنسی په هغه وخت کې موږ ساتلی سو چې موږ صادرات ډیر سي، د صادراتو د فابریکې د تولیداتو په خاطر چې فابریکې ډیر تولید وکړي او موږ صادرات په هغه کې ساتل کېږي. وخت چې په دې رقم او موږ وارداتي هیواد یو، په دې په سلو کې موږ 95% وارداتي هیواد یو، په دې کې موږ څنګه کولای سو چې یو تاجر نن افغاني په څلور مال دی رانیسي، د دوبۍ څخه مثال یا د چین څخه رانیسي، د کښتۍ په درې میاشتې کې په څلور میاشتې کې افغانستان ته رسیږي. دا چې رسیږي دلته دی په درو اویا رانیول دی یا په دو اویا ډالر رانیول. آنچنان که گفته میشه در مورد کلدار پاکستانی در هلمند به که خود بازرگانان اموال را که اینا خریداری میکنن و دوباره پس به مردم مفروشن، اینا میفروش به کلدار پاکستانی، چرا اینا میفروش به افغانی صورت نمیگیرن؟ چون که ما شاهد هستیم که بازرگانان میرن اموال به دلار میخرن اما اینجا میان به افغانی اونم رو به فروش میرسن، چرا اینا میکرد در مقابل کلدار پاکستانی صورت نمیگیره؟ زما ارزوان داده چی تن از مر هدف کلدار نده، تن از مر هدف داغ داده چی بازار څنګه وساتل سی، د افغانی څنګه هویت، د غزموج هویت څنګه ثابت په ټولو ولایاتو کې د افغانستان وساتل سي. زه خبر بلم تاسو ته کوم، د غزموج افغانی په د نږدې ایران کې چې تومان نن بیخي خپل ارزښ ورکړي، لکه غزموج شنی پیسې نه، لکه هغه پیسې د لاس ورکړي دي، هلته افغانی اوس څوک تومان نه درکوي، په دغه پاکستان کې یو څه افغاني یو څه کلدار نه درکوي، په دغه هند کې یو څه څوک افغاني یو څه په هند په عربستان کې د زموږ راجیان اوس موجود دي، موږ افغاني نه پیژني څوک، ولې دا بین المللي هویت نه دی پیدا کړی، دا ولې دا په بین المللي سیستم باندې دا نه تقلید شوي چې په جهان کې تومن چلیږي، کلدار چلیږي، ټول پیسې چلیږي، زموږ افغاني څوک نه غواړي. دا خود به باید ثابت سي په دنیا کې، دا خو یو خبره نشته چې یو خبره په دې ځای کې موجود دی. هیله من یم چې تاجر د افغانی څخه استفاده وکړي په داخل کې د مملکت، اما د افغانستان بانک د کرنسی ثابت وساتي. چقدر از بازرگانان در حال حاضر از پول افغانی نا کار میگیرن در معاملاتشان؟ زه تاسو وایم چې تجاران په اکثرا په بازار کې چې دوی توضیحات لري یا فروشات لري، اکثریت په هم ډول په بیخي په لوړه سطح ډول د افغانی څخه کار اخلي، اما څه وخت چې فروش کوي بیرته افغانۍ اخلي، چې بیرته ډالر رانیسي یا نور کلدار رانیسي یا بل شی رانیسي، په هغې کې بیرته تاوان کوي. تاسو ته معلوم دی چې در مخ هفته کې په دو اویاو څلوېښت پیسې وو، اوس په څلور اویا دي ډالر، دا دغه تاجر چې دغه یې خرڅ کړي دي، دا به نو د دې به حال به څه وي، د دې حال به څه وي. مطلقه خبره زما پیشنهاد د افغانستان بانک ته دی چې کرنسی په معین وخت په ثابت ډول وساتي، که کلدار وي که ډالر. نن پاکستانیان هم موږ ته په کلدارو دغه مال نه راکوي، تاسو د تجاران چې موږ هره ورځ 50-60 تر اویا موټر صادرات تازه میوه لرو، دا هم نه راکوي، وایي ډالر راکړه. بله تشکر، سپاس و این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار امریکایی 74 افغانی و 45 پول، یک یورو 85 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 20 افغانی، 1000 روپی هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 40 پول و 1000 روپی پاکستانی 584 افغانی. تا لحظات دیگر. نخستین دستگاه پاکسازی پلاستیک.
ادامه برنامه بازار. نخستین دستگاه پاکسازی پلاستیک از اقانوس به کار افتاد. قرار است که این دستگاه در دور آزمایشیش بخشهایی از اقانوس آرام را در ایالات متحده از پلاستیک ها پاک بسازد. این منطقه دارای بیشترین زباله های پلاستیکی در دریاها است. مهندسان هلندی نخستین دستگاه پاک کننده اقیانوس ها را از پلاستیک به آب انداختند. انتظار می رود که این دستگاه بخش های از اقیانوس آرام را از پلاستیک ها و زباله های پلاستیکی پاک سازد. هرچند این دستگاه هیچ ماشینی ندارد و به گونه طراحی شده است که به حیوانات آبزی هم زیان نرساند، اما نگرانی های درباره اثرهای ناگوار این دستگاه در اقیانوس وجود داشتند. این دستگاه با ابتکار بویان سالت هلندی ساخته شده است. لحظه ای که در انتظار آن هستیم این است که نخستین پلاستیک ها را به ساحل بیاوریم، زیرا ثابت خواهد شد که این فناوری کاراست. امید ما همین است و در ماه‌های آینده با دیدن اطلاعات این دستگاه خواهیم توانست که پلاستیک ها را بازیابی کنیم. اجرای پروژه پاکسازی اقیانوس ها 20 میلیون یورو هزینه دارد که هلند آن را می‌پردازد. آلودگی های پلاستیکی در اقیانوس ها از مهمترین آلودگی های محیط زیستی در جهان به شمار می روند که به گفته دانشمندان زندگی حیوانات آبزی و نیز انسان ها را تهدید می کند. اعضای شبکه نظارت از منابع طبیعی سلب صلاحیت های وزارت معادن را در قانون جدید معادن سوال برانگیز می دانند و می گویند که در این صورت موجودیت وزارت معادن با یک تشکیل بزرگ نیاز نیست. آنان می گویند که در قانون جدید معادن بخش بزرگ و مهم از صلاحیت ها به شورای عالی اقتصادی واگذار شدند و در این بخش نقش وزارت معادن بسیار اندک است. در این حال شمارت آگاهان می گویند که سیاست های اشتباهی حکومت باعث شده که صنایع معادن در کشور برکود روبرو شود. شماری از اعضای شبکه نظارت از منابع طبیعی می گویند که در قانون جدید معادن بخش بزرگ از صلاحیت ها در بخش پروژه های معدنی از وزارت معدن گرفته شده است که این کار سبب گذشته از این که شفافیت را در پروژه های معدنکاری تامین نمی کند، بل فساد اداری را در این پروژه ها بیشتر خواهد ساخت. این وظیفه رئیس جمهور نیست که به این جزئیات این کار را بکنه و ممکن رئیس جمهور بعدی در نبود رئیس جمهور فعلی این علاقمندی را نداشته باشه که خود را درگیر موضوعات بکنه و به سیاست گذاری کلان بیشتر توجه بکنه. با تلاش های پیهم سی روزه مسئولان وزارت معادن حاضر به گفتگو در این باره نشدند. در همین حال شماری از آگاهان میگویند که نادیده گرفتن تجارب و کار وزارت معادن در قانون جدید سبب بی‌نظمی های بیشتر در این بخش خواهند شد. قانون جدید معادن افغانستان طور دیزاین میکنند که منحصر در چارچوب هر ریاست جمهوری باشه و مدیریت خود از اینا باشه، نشان دهنده از این هستند که روند و پروسه استفاده بهینه و مطلوب معادن افغانستان اینا میخواهند که خدشه‌دار بسازند، در انحصار قرار بتن و وزارت معادن به عنوان یک وزارت پسیف در کابینه افغانستان عرض اندام کنه. پیش از این گفته شده است که در چند سال اخیر و سرپرستی مداوم در وزارت معادن سبب فرار نیروهای فنی از این وزارت شده است و در حال حاضر هم این وزارت قادر به مدیریت منابع معدنی کشور نیست. همزمان با این مشکل دیدبان شفافیت میگوید که استخراج غیر قانونی در کشور رو به افزایش است و وزارت معادن با مدیریت کنونیش قادر به مهار این مشکل نیست. شرکت علی بابا، بزرگترین شرکت ابزار هوشمند برقی چین، با تایلند یک توافقنامه امضا کرده است. بر بنیاد این توافقنامه فرآورده های کشاورزی تایلند با کمک بازارهای آنلاین شرکت علی بابا در بازارهای چین به فروش خواهند رسید. بر بنیاد توافقنامه جدید شرکت علی بابای چین با تایلند، این شرکت یک مرکز هوشمند دیجیتالی را در کریدور اقتصادی شرق تایلند ایجاد می کند که با این مرکز دسترسی مشتریان چینی شرکت علی بابا به فراورده های کشاورزی تایلند در بازارهای چین فراهم خواهد شد. در شمال شهر تایلند، شهر چیانگ، باغداران تایلندی به این شیوه بازاریابی برای فراورده هایشان بسیار خرسند هستند. بسیاری از کشاورزان در این منطقه در حال توسعه کاروبارشان هستند. ما به کاروبارمان بیشتر از پیش خوشبین هستیم.
شرکت علی بابای چین در حال سرمایه گذاری 320 میلیون دلار برای ایجاد مرکز دیجیتالیش در مرزهای تایلند است. شماره از مولدین تایلندی با خرسندی به ایجاد این مرکز میگویند که با این کار به بازارهای جهانی دسترسی خواهند داشت. از سوی هم بر بنیاد توافقنامه جدید میان شرکت علی بابا و تایلند، این شرکت برای شرکت‌های کوچک و متوسط تایلندی آموزش می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا بازار آنلاین را به حد اکثر برساند. مسئولان این شرکت می‌گویند که ایجاد یک کد مشخص الکترونیکی برای بازرگانی آنلاین در تایلند نیز از مکلفیت‌های این شرکت است. مسئولان اتاق صنایع و معدن میگن که در حال حاضر نبود برق کافی، آب و نبود زمین برای سرمایه‌گذاران و صنعتکاران از جمله چالش‌های عمده فرای کار آنان است و در این میان صاحبان صنایع خود بیشتر با مشکلات روبرو‌اند. رئیس عامل این اتاق میگوید که در حال حاضر بهای بلند زمین در این ولایت از چالش‌های اساسی که سرمایه‌گذاران نمی‌توانند در این ولایت کاروبارشان را آغاز کنند میباشد. در خوست بر شما معلوم است حدود 130 فابریکا به صورت پراگنده و به صورت متفرق در قسمت های مختلف شهر خوست فعالیت داره. این فابریکات بیشترین مواد غذایی و یک تعداد فابریکات یخ و یک تعداد فابریکات پلاستیک و فابریکات سکتورهای مختلف است و اخیرا بر شما معلوم است دولت تصمیم گرفته که در حدود 13 پارک صنعتی در یک تعداد ولایات مهمی که صنایع فعال است و عملا کار میکنه تولید داره در اونجا پارک های صنعتی رو بسازه. یکی از این پارک های صنعتی پارک صنعتی خوست است و این پارک تقریبا یک زمین برش مشخص شده در یک قسمت شهر خوست. برای شما معلوم است که خوست یک شهری است که زمین بسیار کم پیدا میشه و زمین بسیار قیمتش بالاست. همین ساحه که برای پارک صنعتی مشخص شده یک تعداد مشکلات روبرو هست، یک تعداد مردم مخالفت میکنه با ایجاد این پارک یا با اختصاص زمین برای پارک صنعتی. فعلا حکومت همین مشکل تقریبا در حد نهاییش حل کرده و عن قریب ان شاء الله این مشکل حل میشه و پارک صنعتی مشخص میشه و احاطه میشه و اتاق صنایع معدن افغانستان هم جلساتی که داشتن با صنایع خوست چندین گروپ که آمدن صحبت هایی داشتیم. اتحادیه صنایع وجود داره، یک اتحادیه به نام صنعتکاران ولایت خوست. ما فعلا تلاش داریم همین 130 فابریکی که وجود داره فعال و را تا یک اتاق جمع کنیم و عن قریب ان شاء الله تا ختم ما شاهد افتتاح اتاق صنایع و معدن ولایت خوست هستیم و با افتتاح یک اتاق صنایع این فعالیت صنایع ولایت خوست تنظیم میشه، هماهنگ میشه و ما مطمئن هستم تمام سکتورها تنظیم میشه و یک رهبری برشان انتخاب میشه، یک هیئت مدیره، یک هیئت رهبری و بعد از او انشالله فعالیت های از یه منظم میشه، منسجم میشه و در بخش هایی که تولیدات در خوست وجود داره کوشش میکنیم حتی واردات از دور از کشور همسایه ما منع کنیم یا هم تعرفه مواد وارداتی را بالا ببریم تا بتوانن همی صنایع ما در خوست رقابت کرده بتوانه با تولیدات بیرونی و همچنان برای نیازمندی های ولایت خوست. دیگه این پارک تقریبا در مرحله نهایی است و عن قریب افتتاح هم پارک میشه هم اتاق صنایع. در حال حاضر کار زیربنایی به خاطر این پارک صنعتی از قبیل بخش راه و مواصلاتش و همچنان بخش برقش چقدر کار صورت گرفته؟ یعنی زمینه انتقال سرمایه‌گذاران به اوج چقدر مساعده؟ هنوز رسما چی انتقال نشده، فابریکات اوج انتقال نشده. برای شما معلوم است ایجاد یک پارک صنعتی ایجاب میکنه که یک تعداد زیربناهای از او ساخته شوه. ما فعلا با مجردی که فیصله نهایی زمین پارک نهایی شوه امی زیربناها ساخته میشه، سرک میره به خوست. برای شما معلوم است به خوست برق رفته، برق وارداتی جدیدی که رفته و عن قریب امی پارک صنعتی از برق جدید مستفید میشه. امو نیازمندی هایی که برای پارک صنعتی وجود داره که کانالیزیسیون است و آب است و برق است و سرک است و اینمی تمام چیزایش عن قریب شروع میشه و ما مطمئن هستم با تکمیل اینمی تمام زیربناها تمام فابریکای در خوست فعالیت داره. برای ازوا زمین توزیع میشه، قیمت زمین برای شما معلوم است که دولت برای یکسان برای تمام افغانستان او را فیصله کرده. از اون قیمت از اون
مراحل تشویقایی که وجود داره برای صنعت، برای تولیدات داخلی، از اونو صنایع خوستم استفاده کرده میتونن و عملا میتونن برن در پارک صنعتی زمین بگیرن، نمره بگیرن و عملا فعالیت خود منسجم داخل پارک صنعتی شروع کنن. در حال حاضر صنعتکاران و شرکت داران سرمایه‌گذاران در خود چه مشکلاتی دارن و ایجاد پارک صنعتی چقدر میتونه به حل مشکلاتشون مؤثر باشه؟ مشکلات صنایع خوست خیلی زیاد بود، برای شما معلوم است قبل از اینکه برق وارداتی وجود بیاید به خوست این صنعتکاران از جنریترها استفاده میکردن، از انرژی گازی، از انرژی دیزلی، از انرژی پترولی، از انرژی حتی سولری استفاده میکردن که بسیار قیمت تمام میشد. مثلا یک کیلووات برق برایشان این تقریبا 35 تا 40 افغانی در یک قسم تعداد ساعات تمام میشد. در بعضی موارد مثلا با تهدید امنیتی روبرو بودن، با مشکلات متعدد دیگر روبرو بودن، نبود جایی. بر شما معلوم است خوست یک شهری از خرد، نفوذ زیاد است و مردم خوست اکثرا در بیرون از افغانستان کار میکنن و وقتی که میان دوباره به خوست کوش میکنن جایداد بخرن، زمین بخرن، جای بخرن، جای داشته باشن. و کمبود زمین یک مشکل بسیار جدی بود برای صنایع خوست. اکثر صنعتکارای ما که در نقاط مختلف خوست فابریکا داشتن کرای بسیار بالا میپرداختن برای زمین و همچنان برق بسیار بالا میپرداختن، بل برق بسیار بالا. با وجود با ایجاد اینمی پارک هم مشکل برق حل میشه، هم مشکل زمینشان حل میشه که دو مشکل بسیار بزرگ است برای شما معلوم است برای صنعت و میمانه مسئله امنیت و مسائل مثلا مواد خام و تعرفه ها و حمایت های دولت او وجود داره و دولت میتونه در بخش های مختلف از واردات مواد خامشان حمایت کنن. یک تعداد معافیت اکثر محصول است، سر محصول ماشینری است، محصول مواد خام است، از او میتونن استفاده کنن. همچنان میتونن از استفاده کنن از زمین حمایت دولت در بخش تعرفه های بلند وارداتی بر مواد ملمسی که از خارج میه، از این تمامش میتونه استفاده کنه. بعد از اینکه نمی هماهنگی ایجاد شوه و هر چیز زودتر اتاق جا حضور فیزیکی داشته باشه، اتاق جا عملا حضور داشته باشه، یک تشکیل داشته باشه، میتونه به این تمام مشکلات رسیدگی کنه. و مشکلات شما یادداشت کردیم که نمی مسائلی بوده که قبلا به شما عرض کردم. در دو ماه اخیر ارزش افغانی در برابر شمار ارزهای خارجی به گونه چشمگیر کاهش یافته است. شمار از صرافان شهر کابل میگن که در دو ماه اخیر ارزش افغانی در برابر دلار، یورو و شمار ارزهای دیگر تا 4 افغانی کاهش یافته است. در این حال شمار از باشندگان پایتخت کاهش روز افزون ارزش افغانی را بر افزایش نرخ نوا در این بازارها اثرگذار میدانند. سپاس که بیننده بازار بودید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.